با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 ماه ثور سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. سقوط بخش‌های شهر فرا به دست طالبان. وزیر دفاع وزیر بی‌کفایت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، سخت از شما مردم فرا گیله دارد، سخت مردم شکایت دارد. متهم شدن حکومت وحدت ملی در افزایش بحران در کشور. آسته آسته گپ ای رسیده که حکومت حتی از شهرها هم دفاع کرده نتانند. یک حالت بسیار دردناکی است. ما هیچ خوش نیستیم. هیچ مردم احساس مسئولیت نمی کنند. فساد بزرگترین چالش در برابر افغانستان پس از خشونت ها. قهرمانی تیم استقلال در رقابت های فوتبال زنان در کشور. با افزایش شمار قربانیان گلوله‌باری نیروهای اسرائیلی بر مسلمانان فلسطینی به 60 کشته و 3000 زخمی. مشروع خبرها. بخش‌های شهر فرا امروز به دست طالبان افتادند. حملات طالبان بر ولایت فرا پس از نیمه دیشب آغاز شدند. با نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در این شهر هنوز هم ادامه دارند. نهادهای امنیتی بر پس زدن این حمله طالبان تاکید دارند، اما منابع میگویند که نیروهای کمکی در شهر فرا با کمین طالبان روبرو شدند و اوضاع در شهر فرا در حال بدتر شدن است. در تصویرهایی که از این نبردها به دست آمدند دیده می شوند که طالبان پس از دست یافتن به برخی از پاسگاه های دولتی سربازان را کشتند و شمار از نیروهای مردمی آنچه را که دیر رسیده نیروهای کمکی به این ولایت میگویند به انتقاد میگیرند. وزارت امور داخله جان باختن 6 تن از نیروهای دولتی را در این نبردها تایید می کند. در همین حال نیروهای آمریکایی گفتند که برای پس زدن این حمله طالبان از هواپیماهای هیده کار خواهند گرفت. تمیم حمید گزارش می دهد. حمله های طالبان بر شهر فرا ساعت 2 پس از نیمه شب از چند بخش آغاز شدند. حمله هایی که گفته می شود دم به دم شدت گرفتند و پیشروی جنگجویان طالب را به سوی مرکز شهر به دنبال داشتند. منابع محلی شمار حمله کنندگان را صدها تن می گویند. این حمله از بخش های شمالی، شمال شرقی و شمال غربی آغاز شده. طالب ها از ولسوالی های چون خاک سفید، بالا بلوک، پشت رود، شهر فرا را آماج قرار دادند. درگیری بعدا بیشتر از ولسوالی پشت رود می آید به سمت شهر و از این مسیر از این دریا اونا میگذرن و می آیند در این بخش ها تأسیسات دولتی را آماج قرار می دهند، با نیروهای دولتی درگیر می شوند که از این میان تنها ریاست امنیت ملی یک بخشش به دست طالبان سوختانده می شوند. تصویرهایی که از این نبردها پخش شدند نشان می دهند که نیروهای دولتی در ساعت نخست غافلگیر شده بودند و سنگرهایشان در بخشهایی از شهر به دست طالبان افتادند. اما این نیروها با عقب نشینی به بخشهای غربی و جنوبی شهر و مستحکم ساختن سنگرهایشان پرداختند و به رویارویی با طالبان برخواستند. وزیر دفاع وزیر بی‌کفایت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، سخت از شما مردم فرا گیله دارند، سخت مردم شکایت دارند. اگر تا 2 ساعت دیگر نرسید جاسوسای پاکستان، آیسای پاکستان و مخبرای جاسوسای ایران فرار سقوط میرن. در بیش از 2 سال اخیر این 3مین بار است که شهر فرا گواه حمله های گسترده طالبان می شود. با این حال آنچه که بی‌توجهی مرکز به تهدیدها در ولسوالی های فرا و نیز روستاهای اطراف مرکز این ولایت دانسته می شود، همواره با انتقادها روبرو بوده است. گفته می شود در حمله های روز سه‌شنبه هم طالبان همان بخش های را آماج قرار دادند که در گستره حاکمیت دولتی بودند و بخش های دیگر در اطراف شهر فرا از مدت ها پیش زیر نفوذ طالبان قرار داشتند. متاسفانه با برآمدن نیروهای خارجی و امنیتی فرا باز هم به وخامت گراییده و امروز ما شاهد حمله بسیار خونین به شهر فرا هستیم. در این میان نهادهای امنیتی تاکید میکنند که از پیش درباره حمله های طالبان بر شهر فرا اطلاعات استخباراتی وجود داشتند، اما چگونگی و زمان رویداد روشن نشده بود.
با این حال اطلاعاتی که این نهادها در صفحات اجتماعیشان پخش کردند چند گونه بودند و حتی دیده می شود که یکی از تصویرهایی که در صفحه سخنگوی وزارت امور داخله درباره حضور نیروهای کمکی در شهر فرا پخش شده است در اصل از 2 سال پیش بوده است. به خاطر زدودن دشمن در همین منطقه یعنی منطقه شمال و غرب شهر فرا جنگ ادامه دارد. آنچه که امروز در اوجه اتفاق افتیده طبعا که در بینش حدبای خارجی هست اما یکی از کلاب کشور است هنوز مشخص نیست. نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر فرا تا پایان روز سه‌شنبه در بخشای از این شهر ادامه میابند. آخرین گزارش‌ها از این ولایت می‌رسانند که نبردها در این شهر بیشتر شدت گرفتند و بخشی از نیروهای کمکی هم در راه رفتن به شهر فرا با کمین طالبان روبرو شدند. در آوازهایی که مقام‌های این ولایت هم از ساختمان‌های دولتی بیرون شدند و به مرکز ارتش در این ولایت پناه بردند. در همین حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان و احزاب سیاسی رهبران حکومت را مقصر اصلی بحران امنیتی در کشور می‌دانند. اعضای مجلس نمایندگان و احزاب سیاسی می‌گویند که رئیس جمهور برای استجای به جای اولویت دادن به امنیت و ثبات کشور سرگرم جدال بر سر موضوعات کوچک و دفتری هستند. این در حال است که عبدالله عبدالله در واپسین نشست شورای وزیران پذیرفت که حکومت وحدت ملی مردم با نیروهای امنیتی را به کشتار داده است و رهبران حکومت سرگرم کارهای دیگر هستند. کریم امینی گزارش می‌دهد. تنها چند ساعت پیش از حمله‌های گروهی طالبان بر شهر فرا، رئیس اجرایی اینجا در نشست شورای وزیران پذیرفت که حکومت به جای پرداختن به مشکلات امنیتی و رسیدگی به نظامیان در میدان‌های نبرد مشغول کارهای دیگری است. مصروف کاری هستیم که خود ما میدانیم و خود ما خوش هستیم و خود تقدیر می. در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی رو ما شاهد نبودیم، یک جلسه سرکمندانی اعلی را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما رو ما به خوشدار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ نبردهای رسانه‌ای میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی از دیگر موضوعات است که به باور بسیاری ها آنان را از کارهای اصلیشان به دور نگه داشته است. مثلا همین کشتیگیری رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر وزیر انرژی و آب، رئیس جمهور علی احمد عثمانی را که وابسته سیاسی سپیدار است ناکاره می داند و رئیس اجرایی وی را حرفه‌ای و بهترین مدیر. داد وزارت آب برق نتیجه نده، داد دکتر صاحب قیومی نتیجه ده. که دکتر صاحب قیومی نوه یو بده دی نکید. زکت وزارت که جدی ستونزی دی او ایموک تولیدی برق پوپکو نده داریده. پول بندونم تک داریده لیده او هیله ده چه ولست دیبان ده قضاوتو که. با آمدن مدیریت خوب در وزارت انرژی و آب و همچنان در شرکت آبرسانی افراد متعهد، متخصص و صادق در این کشور و همکارانشان و خواهران و برادرانی که به همراهشان همکار هستند، ما شاید تغییر بودیم، شاید تغییر مثبت بودیم. در این میان هنگامی که فراه در آتش جنگ می سوزد، رفتن رئیس جمهور، سرقماندان اعلی و وزیر امور داخله به لوگر برای گشایش یک نیروگاه برق نیز با انتقادهای سختی روبرو شده است. آسته آسته گبهی رسیده که حکومت حتی از شهرها هم دفاع کرده نتانه. یک حالت بسیار دردناکی است. ما هیچ خوش نیستیم. هیچ مردم احساس مسئولیت نمی کنه. در یک همچه سالی که سال ناامنی، سالی مثلا مسلخ مردم افغانستان است، شما می بینید گپای کوچک روی بورس میه، مطرح میشه و سر ازام اختلاف وجود میه، ولی گپای کلان که عمده ترین موضوع ثبات و امنیت از کشور متاسفانه با فراموشی سپرده شده. با این هم رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت لوگر و در اوج نبردها در شهر فرا یک بار دیگر طالبان را به صلح فرا می‌خواند. حکومت وحدت ملی از آغازش با اختلافهای درونی روبرو بوده است، اختلافهایی که در برخی از حالتها ترسناکتر از هر چیز دیگری دانسته شده.
با این همه برنامه صلح دو جانبه افغانستان و پاکستان نهایی شد. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که در چهارمین نشست مقام های وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی نهایی شد. برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح 7 اصل کلیدی دارد و برای عمل شدن این اصل ها از جمله درباره پیکار با هراس افغانی و گسترش همکاری های دو جانبه گروه های کاری مشترک ایجاد شده است. شریف امیدی گزارش میدهد. سرانجام در چهارمین نشست مقام‌های وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان هر دو کشور برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای سال و همبستگی را نهایی ساختند. این برنامه 7 اصل کلیدی دارند که چنین فشرده می‌شوند. قرار شد 6 کمیته کاری ایجاد بشه، تمام موارد دنبال بکنه، همکاری‌های امنیتی است، توسعه مشترک اقتصادی هست، همکاری برای آوردن صلح است، کاهش خشونت ها، برگشت مهاجرین و همکاری های امنیتی و قرار است که این موارد داینده دنبال بشه. امیدواری ما این بار بیشتر است. حکومت افغانستان امیدوار است که این بار پاکستان بر بنیاد این توافق در بخش امنیت افغانستان را کمک کند. در اصد وقت زیر کولی زیر در عملی نبولم زکر پاکستان پا طول در طول سیزو که د افغان حکومت سره ډیر ژمنې کړې دي، اما د هغې په عملي کولو کې بیا دوی دوه مخی سیاست کړی ده او دا دوه مخی سیاست متاسفانه چې تر اوسه هم ادامه لري. در بخش از این توافق آمده است که پاکستان از روند سال به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی می کند و هر دو طرف در برابر عناصری که به یکدیگر تهدید هستند اقدام می کنند. هر تلاش و در واقع اقدامی که در راستای صلح ما را کمک بکنه ما ازش حمایت می کنیم. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که درباره برنامه اقدام عمل در سفر ماه گذشته شاهد خاقان عباسی به افغانستان میان کابل و اسلام آباد توافق شده بود. سازمان ملل در افغانستان پس از خشونت ها در این کشور فساد را یک چالش بزرگ در افغانستان میداند. یونما در تازه ترین گزارش این نهاد فساد را یک تهدید بزرگ در برابر حکومت داری خوب در این کشور میداند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان میگوید که فساد اعتماد رهبران حکومت وحدت ملی را در نزد مردم آسیب میرساند. انیسه شهید گزارش میدهد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش مبارزه حکومت افغانستان را در برابر فساد اداری بررسی کرده است. پشتیبانی حکومت را از مبارزه با فساد یک دستاورد دانسته است. بر بنیاد این گزارش، فساد یک تهدید در برابر حکومت داری خوب است و رشد اقتصادی را ضعیف می سازد و اعتماد مردم را نیز بر رهبران این حکومت خدشه‌دار خواهد ساخت. اگر شما به حیث یک شهروند افغانستان برای دریافت جواز درخواست بدهید یا تجارت را باز کنید و یا کودکتان را بخواهید در یک مکتب خوب شامل بسازید، شما بهتر از یک کارشناس حقوق فساد را که در نهادها وجود دارد میبینید. یونما بعد دستاوردهای نهادهای مبارزه با فساد در افغانستان اشاره می کند، اما مبارزه با فساد را نیازمند عملی شدن استراتژی مبارزه با فساد می داند. تضمین امنیت مقام‌های قضایی و کشفی به ویژه آنان که با قضایای حساس سر کار دارند تا هنوز هم یک چالش است. امنیت سکتور عدلی و قضایی از مسئولیت‌های وزارت امور داخله است. یونما اعلام می‌کند که برای مبارزه با فساد و تأمین عدالت در افغانستان در کنار مردم افغانستان خواهد بود و نیز حکومت را در کار مبارزه با فساد پشتیبانی خواهد کرد. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را می‌شنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. شمار قربانیان گلوله‌باری های نیروهای اسرائیلی بر مسلمانان فلسطینی به بیشتر از 60 کشته و نزدیک به 3000 زخمی رسیده است. دیروز که امریکا سفارتش را به بیت المقدس انتقال داد، هزاران تن از فلسطینیان با راهپیمایی به سوی مرز غزه با اسرائیل در برابر این کار اعتراض کردند. انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس با کشتار فلسطینیان از سوی نیروهای اسرائیلی با نگاه‌های جهانی روبرو شده است. <تص->
مسلمانان فلسطینی در نوار غزه از دیروز به این سو در برابر انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس اعتراض می کنند. اما نیروهای اسرائیلی که می خواهند مانع ورود آنان به اسرائیل شوند بر معترضان گلوله باری می کنند. این اعتراض ها تا کنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است. یکی از قربانیان گلوله باری اسرائیلیان این کودک 8 ماه است که در جریان اعتراض ها و در آغوش مادرش در نتیجه استشمام گاز اشک‌آور جان باخت. این خشونت ها با نکوهش کشورها و سازمان های جهانی روبرو شدند. گام های محکمی هستند که کشورها می توانند بردارند. نخستین که انتقال هر گونه جنگ افزارها و تجهیزات نظامی را به اسرائیل تحریم و تعلیق کنند تا از این تجهیزات برای کارهای مخالف قانون کار گرفته نشود. در کنار اعتراض ها در کشورهای جهان در حمایت از فلسطین، حکومت افغانستان نیز از انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس نگران است و کشتار مسلمانان فلسطینی را نکوهش می کند. برخی از شهروندان کشور نیز انتقال سفارت ایالات متحده را به بیت المقدس نکوهش می کنند. بیت المقدس خلق دا مشکلات او ستونزی را ولاروی، بلکه دا نړۍ ټول مسلمانانو ته یو نو اختلافات را منځته کیږي، او دا د امریکا هم دکې ډیر ستر تاوان دی او د اسرائیلو هم. در ای ارتباط همه کشورهای اسلامی وظیفه داره، مسئولیت داره که باید در قبال از او اعتراضات خود بکنه. هلته د امریکا په صد سفارت خلاصول دا د اسلام سره یو ډول جفا ده. ایالات متحده دیروز که 72 سالگرد ایجاد اسرائیل بود، سفارتش را به بیت المقدس که قبله نخست مسلمانان است انتقال داد. مقام های ایالات متحده اسرائیل را مسئول کشتار فلسطینیان نمی دانند و می گویند که جنبش حماس مردم را به راهپیمایی تشویق کرده است و از همین رو مسئول این خشونت هاست. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. عبدالله می گوید که اگر توجه لازم به مدیریت منابع آبی کشور نشود، دوام زندگی در بخش از کشور ناممکن خواهد شد. عبدالله می افزاید که هرچند وزارت انرژی و آب و شرکت آبرسانی برنامه های را برای مدیریت منابع آبی براه انداختن، اما نیاز است که تمامی نهادها و شهروندان کشور در این بخش مسئولیت هایشان را انجام دهند. از سوی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی کشور تاکید می ورزد و می گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آبی کشور باید افزایش یابد. حیدر شاه امید گزارش می دهد. وزارت انرژی و آب این نشست را از بهر دریافت راهکارها برای تقویت نقش زنان در مدیریت منابع آبی برگزار نموده است. وزیر انرژی و آب میگوید که بخش چشمگیر از منابع آب کشور در خانه ها به مصرف میرسد و زنان با نقش فعالی که در خانواده ها دارند میتوانند در این مصرف صرفه جویی کنند. نقش و حضور زنان در رهبری و مدیریت منابع آب در وزارت انرژی و آب و در سایر وزارت هایی که مکنون در بخش مصرف و مدیریت منابع آب کار میکنند، نقش قابل ملاحظه، نقش ارزنده و نقش نیست که برای ما رضایت بخش باشد. در همین حال رئیس اجرایی در این نشست از خطر کاهش منابع آبی کشور هشدار میدهد. اگر در هر روز در زندگی این جزء درس و تربیه برای اولادی کشور نباشد، فردا دوام زندگی در بعضی از نقاط کشور ما ناممکن میشه. در این نشست زنان نخستین کسانی گفته میشوند که از محدودیت های منابع آبی آسیب پذیر هستند. 20 متر در مناطق هست که آب سطح کشور پایان آمده، آب آشامیدنی و اکثر آبهای ما آلوده هستند. قسمی که زنان ما روزانه با مصرف آب بیشتر سر و کار دارند، بنان نه تنها به صرفه‌جویی دست بالا دارند که به نظافت، اسراف و ادر رفتن آن نیز باید توجه صورت گیرد. وزیر انرژی آب میگوید در حالی که رشد جمعیت فشار فزاینده را بر منابع آب وارد میسازد و بر بنیاد بررسی های جهانی مصرف آب در جهان در هر 20 سال دو برابر می شود، اما منابع آب محدود باقی خواهند ماند. و
این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 71 افغانی و 30 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 12 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 596 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. خواهی ملک خوش اومدید. سپاسگزار هستیم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم فوتسال بانوان استقلال فاتحه رقابت‌های مقدماتی لیگ برتر فوتسال زون پایتخت شد. در پایان این دیدار تیم‌های استقلال، آینده سازان و توانا جواز حضور در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور را به دست آوردند. مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در زون پایتخت میان دو تیم توانا و استقلال برگزار گردید که در نهایت شاگردان امین امینی با نتیجه 5-2 تیم توانا را شکست دادند و جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر بردند. بعد از برگزاری لیگ سرتاسری فوتسال ما تیم ملی فوتسال بانوان خود داشتیم و اونا 100% در مسابقات خارجی شرکت کردند. در این رقابت ها مونا امینی از تیم استقلال لقب بهترین بازیکن را از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها به دست آورد. منیژه از تیم توانا و فهیمه از تیم آینده سازان هر کدام با 10 گل زده لقب خانم گلی این رقابت ها را نیز از آن خود کردند. خوبی دور از تورنمنت و مناسبت مقدماتی فوتسال بود که توانستم خوشبختانه مقام اولی را زن خود کنیم. در این تورنمنت ما مقام دوم گرفتیم، نایب قهرمان شدیم و این قسم تورنمنت ها باعث از این میشه که فوتبال بانوان رشد کنه. رقابت های فوتسال بانوان شهر کابل با حضور 8 تیم از باشگاه های مختلف شهر کابل برای انتخاب تیم زون پایتخت در لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان از هفته قبل برگزار گردیده بود که در نهایت تیم های استقلال، آینده سازان و توانا جواز حضور در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور را به دست آوردند. ملی پوشان تیم ژیمناستیک کشور با به دست آوردن 4 مدال از مسابقات دو جانبه افغانستان و پاکستان به کشور برگشتند. در این رقابت ها که به میزبانی شهر پشاور پاکستان برگزار گردیده بود، ورزشکاران ژیمناستیک کشور به 4 مدال طلا و نقره دست پیدا کردند. توماس توخل سرمربی پاریس سن ژرمن شد. توماس توخل سرمربی پیشین تیم فوتبال دورتموند آلمان هدایت تیم پاریس سن ژرمن را بر عهده گرفت. روبرتو مانچینی سرمربی تیم فوتبال ایتالیا شد. فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کرد که روبرتو مانچینی سرمربی پیشین انتر و منچستر سیتی به طور رسمی هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفته است. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. سبجوهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.